به نام خدا. سلام، مهران غفوریان هستم، با افتخار و احترام میزبان شما در برنامه عجوبه ها. همین ابتدای برنامه شهادت جانسوز سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو خدمت خانواده معظم ایشون و همه بینندگان عزیز تسلیت عرض بکنم. به احترام همه شهدا و این سردار عزیزمون میستیم و برنامه رو شروع میکنیم. سلیمانیه. قهرمان کسیه که برای مردمش جهاد میکنه. من قاسم سلیمانیم. سردار سلیمانی عجوبه بوده. قهرمان حاج قاسم سلیمانیه. جونم و واسه کشورم فدام. به خاطر اینکه بزنیم تو دهن آمریکا که هیچی بلد نیست. قاسم سلیمانی بوسه امام حسین. باید راهش رو ادامه بدیم. یه آدم شجاع فداکار. من قاسم سلیمانیم. آدم خوبی بوده که همه دوستش داشتن. یه قهرمان ملی بودن. فرد خوبی بودن. حاضرم تا پای جونم برای کشورم بجنگم. مهربون، دلسوز، قوی، راستگوه. من قاسم سلیمانیم. ایشون اصلا نمیتونم، خیلی دوستشون داشتم. من قاسم سلیمانیم. من خیلی دوستشم. ما راهشو ادامه بدیم، محکم و استوار باشیم تو این راه، پیرو به ولایت فقیه. اومدم اینجا بگم که ای اسرائیل، ای آمریکا، من 6 سالمه ولی اصلا از شما نمیترسم. وقتی که بچه بودیم فیلم که میدیدیم عاشق قهرمانای اون فیلمه میشدیم. یعنی وقتی که یه فیلم میدیدیم توش یه قهرمانه بود، زورش به همه میرسید، مردمش رو نجات میداد، عاشقش میشدیم و پیش خودمون فکر میکردیم ای خدا من کی بزرگ میشم که شبیه این بشم. بعدنا که بزرگتر میشدیم میدیدیم بابا این اصلا الکی بود. مگه میشه یه نفر 10 تا تیر بخوره باز زنده بمونه، همه رو بکشه، از هلیکوپتر بیفته پایین، بلندشه همه رو با کاراته بزنه، بعد مشتشو بگیره رو به آسمون پرواز کنه؟ و اون وقت کلی میخورد تو ذوقمون، چون اون قهرمانه واقعی نبود که ما بتونیم شبیه اون بشیم. میخوایم با عجوبه های عزیز و محترممون آشنا بشیم. هر دومون عاشق سریال مختار هستیم و همه ی حرفهای اون سریال رو حفظ هستیم. این جمله عجوبه های قشنگمونه. رضا و علی اکبر بصائری. موسیقی
سلام علیکم. بفر. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خیلی ممنون. ماشاءالله. سلام علیکم. بفرمایید. خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون. رضا 12 ساله و علی اکبر 8 ساله اهل تهران هستند، تعزیه خان و قاری قرآن هستند. 6 سال است که تعزیه کار میکنم. خیلی هم خوب. سلامتی؟ خیلی ممنون. عکس شهید حاج قاسم سلیمانی رو هم که زدیم به سینت. دکلمه هم دوره حاج قاسم سلیمانی هم بودم. بفرمایید. رگبار ستم زد و تگرگی بارید، در علقمه دل کمری باز خمید. این دشمن بیمایه نمی داند که بیچاره شهید زنده را کرد شهید. ایران به خدا مهد توانایی هاست، پاکار خمینی و خراسانی هاست. ای دشمن غدار تو مثل موری، ایران همه جا پر از سلیمانی هاست. گفتند که بر شهادتش عالم بود، این رتبه برای او یقین لازم بود. شد پیکر او گسسته از هم او که هم نام شهید کربلا قاسم بود. دست شما درد نکنه. خب این رو خودتون نوشته بودین؟ نه، شاعر. شاعر از آقای این شعری که برادرم خوندم از شاعر آینی معاصر جناب آقای مشتاق صمدی شهابی که لطف کردن و این شعر رو به ما دادن که ما بتونیم برای شما نوشتن که توی برنامه عجوبه ها بخونیم. بله. گفتین که همه حرفای سریال مختار رو حفظین. یه قسمت از این سریال رو یکی از جمله های یکی از هنرپیشه هاشون رو برای ما بگو و بگو که کدوم نقش به کدوم نقش این جمله رو میگو. بفرمایید. ای خلق سیه دل و روسیه کوفه، شما بدتر از قوم بنی اسرائیلید. میدانید چه کرده اید؟ شما راه بر پسر پیامبر خود بسته اید. آیا حسین به شما ستمی کرده یا حقی از شما ضایع نموده که قصد جانش کرده اید؟ این قسمتی بود که وهب خطاب به شمر میگفت در رجزخانی که قبل از جنگش. بله. خیلی هم ممنون. آقای علی اکبر، شما خودتون رو توی چه زمینه اعجوبه میدونین؟ خودت نه دوتاییتون. قرآن. ماشاءالله. بله. چند وقت قرآن میخونین؟ 2 سال. 2 سال قرآن. من آقای حامد شاکر نژاد دوست صمیمیمه. همینجا هم به دوست عزیزم آقای حامد شاکر نژاد سلام عرض میکنم و لقب فخر شیعه رو دارن، درسته؟ بله، ما خیلی بهشون ارادت داریم و خیلی این تیکه هایی که میخونند و ما دوست داریم. بله. یه تیکه هایی بود که در کشور اندونزی خونده بودن. خیلی جذاب بود. بله. و موقعی که یادمه که قرآن تلاوت کرد، همه قاری های اونجا همه شیعه گفتن دوباره بخون. دوباره. این یه تیکه رو دوباره بخون. انشاءالله که هر جا که هستن حامد خان سلامت بشن. خب یه خورده بیشتر به ما توضیح بده. داداشم وقتی که قرآن رو شروع کرد، بعدش همینطوری من با ماشینا بازی میکردم، همینطوری هم یاد میگرفتم. هر چی میخوند هی بعد چند سال میکشید من یاد میگرفتم. تو هم یاد میگه. بله. ها، یعنی در حال بازی بودی، برادرتون قرآن میخوند، شما هم چون میشنیدی یاد میگرفتی. پس شما استعدادت توی یادگیری قرآنه و تعزیه هم که دیگه ماشاءالله. خب آقا رضا، چی شد که علاقه‌مند شدین به تعزیه کار کردن؟ به تعزیه خانی. خب من کلاً علاقه شدیدی به شخصیت امام حسین و اهل بیت داشتم. خیلی دوست داشتم که یه جوری این مصائب و این شخصیت‌های
مهم دینی رو یه جوری به نمایش بذارم، بازیشون کنی، بار بازیشون کنم، به مردم بگم که این داستان پیش اومده، همچین مصائبی بوده. تا اینکه پدر ما چون خودشون قبل از اینکه من وارد درس شبیخوانی بشم بالاخره میرفتن مشاهده میکردن، یه موقعی که من بچه بودم ایشون یه سی دی میارن خونه، من به این سی دی علاقه من میشم. سی دی چی بود؟ تعزیه شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام بود. من به این خیلی علاقه من شدم، بعد دیگه هی هر روز ببین، روزی دوبار ببین و اینا. بعد پدر گفتن که حالا انقدر علاقه داری میتونیم مثلا تو رو به کلاس ببریم، حالا کلاس های تعزیه خانی. خب ما رفتیم یه دو سال همینجوری به طور حرفه‌ای پیش رفتیم، کلاس رفتیم دیدیم خب داره نتیجه میده و دیدی استعدادشو دارم و میتونم این راه رو ادامه بدم. دیگه همون شد که دیگه من 6 ساله که تعزیه میخونم. حالا توی این کلاس های تعزیه خانی من سوالم اینه که روی بازیگری هم کار میکنن؟ روی بازی؟ یا فقط روی بیانه؟ خب برحال شما دارین توی تعزیه یک نقشی رو بازی میکنین. چجوری بهتون میگم که مثلا ما هم بیان برامون مهمه هم بازیگری، چون هم حرکات تو تعزیه مهمه و هم قصه‌ای که داریم به نمایش میذاریم. خب نمیشه مثلا ما بخوام یک نقشی رو بازی بکنیم خب یه جا وایسیم، یعنی شرکتی نداشته باشیم، برای همین جفتش مهمه، یعنی همش با همه که میشه تعزیه. حالا میبینیم، نگران نباشید، حتما یه تعزیه قشنگ قراره برای اون اجرا کن. خب آقای علی اکبر، بچگی چیش برای شما سخته که خیلی دوست داری زود بزرگ شی؟ فکر نکنم چیز سختی داشته. چرا دوست داری زود بزرگ شی؟ همین جوری؟ الانم آدم بزرگی هستی؟ دوست داری زودتر سنت بره بالاتر؟ دوست داری زودتر جوون شم. جوون چی؟ جوون شم. ماشاءالله. همین؟ چیز خاصی نیست؟ نه. اگر این سوالو از هر کدومتون سوا سوا میپرسم، اول شما که بزرگتری، اگر یک کامیون پول به شما بدن چی کار میکنی باش؟ اگر یک کامیون پول بدن، خب به دلیل علاقه که به اماکن زیارتی دارم و دوست دارم که این اهل بیت رو زیارت کنم، اول میرفتم یه چند باری میرفتم سفر کربلا و بعدش ادامه اون، یعنی اون داشته‌ای که بعدش بود و هدیه میکردم به مؤسسات یا کسایی که نیازمند بودند. خیلی ممنون. یه مقداری که برای خودت بر نمیداشتی؟ خودم نمیدونم. همش رو یعنی میخوای صرف امور خیریه کنی؟ بله خب عمر خیلی میکنم. خیلی ممنون دیگه. واقعا حقشی که یک کامیون پول به ایشون بدن. بعد شما چی؟ اگه یک کامیون پول به شما بدن چی کارش میکنی؟ تو همین سن. این همین جوری سعیش اینه که زودتر بزرگ شه. تو هر سنی دلت میخواد. اگه تنهایی سه روشه نصفش اسباب بازی میخرم. خب نصف دیگهشم نصف کامیونه رو اسباب بازی میخرم. آخرش مجبوری هم اونا رو هم خیرات کنی. خب چون خیلی زیاده نصف یه کامیون اسباب بازی. خب بعدشم با بقیهش اونا هم نگر میدارم. اونا رو هم نگر میداره. ماشاءالله. من شنیدم که سبک شما تو قرائت قرآن با هم فرق میکنه، در مورد سبکتون به ما توضیح بدین. خب هر کسی نسبت به صدای خودش و نسبت به توانایی خودش از یه قاری که از یه قاری مثلا مصری که خیلی مشهور باشه و توی قرائتش خیلی حرفه‌ای باشه تقلید میکنیم. ما چون اول که ما وارد عرصه تلاوت میشیم یا از استاد عبدالباسط یا از استاد منشاوی ما تقلید میکنیم، چون این دو استاد هم از نظر تجوید و هم از نظر لحن واقعا عالی هست. ولی خب نسبت به صدای هر کسی، مثلا صدای علی اکبر چون صدای
زیریه و میتونه استاد عبدالباسط اجرا کنه، عبدالباسط تقلید میکنه و گاهن هم استاد مصطفی اسماعیل. ولی خب بنده چون دیگه الان دوران عبدالباسط خونی من به پایان رسیده و من خیلی سخت میتونم اونو بخونم، بیشتر از استاد مصطفی اسماعیل به خاطر تون صداتون، هم به خاطر تون صدا هم به خاطر اینکه استاد مصطفی اسماعیل مثل درجه بندی مونن، ما اول از استاد منشاوی، استاد عبدالباسط و میرسیم، چون استاد مصطفی اسماعیل به طور فنی تلاوت میکنن، یعنی اگر ما بتونیم اون تلاوتشون رو به نحو احسن بتونیم تقلید کنیم، در آینده میتونیم از الحان ایشون و تلاوت خوب ایشون بهره بگیریم و خودمون روی اون قطعه که میخوایم اجرا بکنیم میتونیم اون الحان رو روی اون قطعه پیاده کنیم و بتونیم از خودمون بخونیم. خیلی هم ممنون. حامد شاکرنژاد، آقای حامد شاکرنژاد موقعی که اجرا میکنه ایشون هم یه سبک خودشونو دارن. بله. تعریف میکنن، درسته؟ بله. مثل قصه تعریفش مثل قصه. میکنن. خب شما در مورد سبک توضیح بده. من همین که ایشون گفتی همه رو گفت. همه رو گفت دیگه، راست میگه. همه رو همه رو داداشش توضیح داد. ماشاءالله. بزرگترین آرزوی شما چیه؟ ظهور امام زمان. ظهور آقا امام زمان. ماشاءالله. شما بزرگترین آرزو چیه؟ همونجوری که ایشون فهموندن ظهور آقا امام زمان دیگه، چون با اومدنشون دیگه ما چیزی بهتون بگم، یک زندگی فوق‌العاده خواهیم داشت. انشالله به هر چه زودی زود آقا. آرزوتون اینه هر دو تاتون. بله. خیلی ممنون. متشکرم. خب در خدمت پدر مادرشون هستیم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم خدمت شما. شغل شریف شما چیه؟ من راننده تاکسی هستم. ماشاءالله. برای بچه هاتون خیلی ممنون، لطف دارید. چی شد که احساس کردیم بچه ها نیاز دارن که وارد کلاس های تزیه خوانی بشن و اینها؟ آقا رضا از 4 سالگی خیلی علاقه به اهل بیت و تزیه اینه، چون ما خودمون اصلیت پدریم سمت خانساره، اونجا هم خیلی از این تزیه خونده میشه. یک سال من ایشونو بردم اونجا، با سیدیشو که گرفتم خیلی علاقه مند شد دیگه، با کلاس بردن و اینا باعث شد که ایشون در عرض 5 ماه یه تزیه خونه کامل شد. یعنی اونجا فهمیدم که آقا رضا واقعا از نظر صدا و نظر هنر استعداد دارن، که دیگه ما هم کامل براشون وقت گذاشتیم و الحمدلله در عرض 4-5 سال هم خیلی خوب جواب دادن. خیلی ممنون. میتونیم با مادرشون صحبت کنیم؟ بله. سلام علیکم. سلام. اگر مادر آقا رضا و علی اکبر به جز این هنرهایی که دارن بخوان یه خصوصیت از بچه هاشون بگن، چی میگن مادرشون؟ عشق اهل بیت. میشه بالا؟ عشق اهل بیت. عشق اهل بیت. این که دلشونه، واقعیشونه، خصوصیت بارزشون. یه خصوصیت دیگه ای اگر مادرشون؟ با نزد بودنشون. با نزد هستن. بله، با نزد. و عاشق اهل بیت. دعایی که مادرشون بخواد براشون بکنه. ان شاء الله همیشه تو مسیر قرآن اهل بیت قرار بگیرن. خیلی هم ممنون. متشکرم. بفرمایید. دیگه بیشتر از این منتظرتون نمیذاریم. بچه‌ها قراره برامون یک نمایش تزیه خوانی زیبا اجرا کنن و ما هم لذتشو ببریم. تو می روی از بر ما آخر ز وفا، بکن نگاهی ز غفا، واماندگی من در این بیابان امشب، آهسته برام تو کاروان بحر خدا. های من
طفل صغیر ما همی می ترسم برادر، این دشت پر از گرگ و پلنگ است، آخا ترسم که تو را دگر نبینم جانا، از مه برا در خلالم بنما. برادر جان ابراهیم، خدا حافظ برادر جان. برادر جان محمد. برادر جان. برادر جان ابراهیم، در کجایی برادر؟ های شام سیاه یتیما، ای بس تره یتیمان، بترس از آه یتیمان. خدایا خدایا گم شده برادرم کو. برادر جان. برادر جان. برادر جان. نمیدانم کجایی ای برادر، چرا از من جدایی ای برادر، دلم خواهد تو را بینم دوباره، کنم امشب در این صحرا چه چاره، دلم از دست تنهایی سر آمد، زیر شانم از غم بر لب آمد. خدایا راه ما گم گشته امشب، خدایا بخت ما برگشته امشب، رسان یارب برادر در بر من، رسان او را سلامت در بر من، رسد آوا ز ابراهیم مزارم. دو صد شکر کریم فرد یک تام، که ابراهیم زارم گشت پیدا. های برادر جان توانم رفت دست، در این صحرا به پایم رفت بس خار، مرا بگذار و در صحرا بخواه، برو سوی وطن با آزاری، سراغم گر بگیرد ما در من. برادر جان برادر جان بگو سر داده او بر قوم دشمن. آی بیا تا خار پایت را برارم، برایت از دو دیده عشق و بارم. Thank you.
بهرت ای برا در در خروشم بیا گیرم تو را بر روی دوشم. خیلی ممنون. یه صلوات برای بچه ها بفرستیم. خیلی هم ممنون. دست شما درد نکنه. خب قصه تشبیه بیاریم جلوتر بچه ها. قصه این تعزیتون چی بود برای ما تعریف میکنین؟ خب دو طفلان حضرت مسلم پس از شهادت حضرت مسلم علیه السلام به خونه شورای قاضی پناه میبرن چون یه خونه امنی بوده، ولی خب شورای قاضی به دلیل ناامن بودن شهر این دو آقازاده رو به بیابون میبره و قصدش اینه که این دو آقازاده رو به قافله بسپاره و اینا راهی مدینه بشن، ولی خب این دو آقازاده قافله رو گم میکنن و یک مدتی در بیابان برای جستجوی آب و غذا و پیدا کردن راه همدیگر رو گم میکنن. تا اینجایی بود که ما اجرا کردیم. خیلی هم ممنون. خب میخوایم از پدر مادرشون دعوت بکنیم که تشریف بیارن اینجا با دستای مهربون خودشون از بچه هاشون تقدیر بکنن. خیلی هم ممنون. بفرمایید. خیلی هم ممنون. اینها دست مادرشون باشه. اینها هم خدمت شد. بفرمید ما شاید بفرمید. خیلی هم ممنون. ماشالله با دستان پدر مادرشون یاد بوده برنامه عجوبه ها هم گرفتن. بفرمایید. ماشالله به برادران عجوبمون. ماشالله. خیلی ممنون. خیلی ممنون. همیشه تو فیلم ها بچه ها عاشق اون قهرمان هایی می شدن که گذشته از مهارت داشتنشون توی جنگیدن یه ویژگی های دیگه ای هم داشتن و اون ویژگی هاشون باعث می شد که همه دوستشون داشته باشن، جذابتر بشن، قشنگتر بشن اون قهرمان ها. مثلا مثل اونی که تو فیلمه تیر می خورد و به دوستاش می گفتش که شما برید، من تا موقعی که جون داشته باشم اینا رو جلوشون وای می ستم. یا اونی که از دل خودش می گذشت بدون این که دوستش بفهمه، به خاطر اینکه دل دوستش نشکنه. یا اونی که کلن از جونش میگذشت برای دفاع کردن از دیگران. اینجا بود که همه ما بچه ها دوست داشتیم شبیه اینا بشیم، برای اینکه اینا رو همه دوست دارن، اینا جذابن و مهمتر از همه اینجور قهرمان ها واقعی تر بودن. واقعی واقعی. میخوام با عجوبه دوم برنامه امشبمون آشنا بشیم. We'll be right back.
ماکت سازی مثل ساختن رویا میمونه. این جمله اوجوبمون علیرضا عباسیه. سلام علیکم. خیلی خوش اومدین. حال شما خوبه؟ بله. علیرضا عباسی 10 ساله، اهل تهران، استاد یک کتاز ماکت سازی و کاردستی هستم. خیلی خوش اومدین. ممنون. همین اولش بگو ببینم، همه این ماکت ها رو شما ساختین؟ بله. همه شو؟ بله. بابا خیلی کارت درسته. چرا ماکت سازی علیرضا؟ چی شد به ماکت سازی علاقه مند شدی؟ موقعی که من 9 سالم بود، دایم منو به ساخت ماکت سازی خیلی طرفداری میکرد. به خاطر همین کم کم رفتم سراغ ماکت سازی. خب دایید شما رو تشویق میکرد یه ماکت سازی کنی؟ مگه کاری کرده بودی که دیده بود که مثلا چیزی ساخته بودی؟ مگه یه بار یه چیزی ساختم که خوب در نیومد، یه گفت دلم خواست یه حیوان بسازم اما خوب در نیومد. بعد داییم انقدر منو طرفداری کرد که خوب در اومد. داییش ازش طرفداری کرده، کارش خوب شد. الان تو این کامیونت چیزی داری؟ بله. میشه درش بیاری ببینیم؟ به به، چه تانکی. میبینم که خیلی از مقوا استفاده میکنی، یعنی کارتونایی که شاید بندازن دور و به درد کسی نخور. بله. درسته؟ بعد اون موقعی که مثلا یه کارتون محکم تریه باش یه چیز دیگه ای میسازی؟ چون دیدم جایی که نیاز داری که شاید ممکن باشه که چیزی که میخوام بسازم یا به کارتون نازک لازم داشته باشه یا کارتون بزرگ. حالا بستگی داشته باشه که اگه با کارتون کلوف خوب در میاد، من با کارتون کلوف، اگه نه با کارتون نازک. یا اینکه کارتون رو واز میکنی مثل ده. این تانکه که ساختی، این چرخاش رو با اون ساختی، درسته؟ ده. زنجیر تانکه. خب علیرضا خان، چرا ماکت سازی مثل ساختن رویاست؟ اگه مثلا تو ذهن ما دلمون میخواد یه چیزی رو که بسازیم، میریم یه چیزی برمیداریم روش خالی میکنیم، یعنی یه نوع ماکتی که تو ذهنمون بوده بر رویایی که دلمون خواست رو در میاریم. دوست داری که با کارات یه نمایشگاه را بندازی؟ نمایشگاه ماکت علیرضا. بله. دوست داری؟ اون وقت ماکتاتو فقط برای تماشای همه میذاری یا برای فروش هم میذاری؟ تماشا. فقط تماشا؟ بله. یعنی اگه یکی بخواد اون مثلا ماکت قطارتو بخره نمیفروشی به؟ نه. برای فروش نیست؟ نه. فقط ببینیم؟ بله. دستم نزنید؟ نه. اگه کسی بخواد ماکت سازی یاد بگیره شاگردت بشه چی؟ یادش میدی؟ بله. ازشون پول میگیری بابت یاد دادن؟ خیلی. چرا؟ چون بیشتر کلن خانواده مامانم همه مهربون بودیم، خیر بود، یعنی صدقه خیلی خوبی میدادیم. بعد به خاطر همین موقع منم دوستم بزرگ شدم کمک کنم. دوست داره. ماشاءالله به علیرضا. واقعا خیلی از مادر بزرگا باید از این بچه ها یاد بگیریم. من که دارم یاد میگیرم. خدمتتون عرض کنم که علیرضا اصلا عجوبه معمولی نیست. ایشون در یک خانواده خاص بزرگ شدن و میخوام خودش براتون توضیح بده. من از بچگی که به دنیا آمدم، مامانم فقط نگران بود که من طوری به دنیا نیام که خودش هست. بعد به خاطر خودش چجوری بود؟ ناشنوا. ناشنوا بودن مادرتون.
خب اگر بیشتر مثلا با دستش اینجوری میزد که من بفهمم، اگر میفهمیدم میرفتم سراغش با صدا، اگرم نمیفهمیدم مامانم امیدشم از دست نمیداد که میدونست دوباره اگرم نمیشنیدم دوباره برمیگردم مثلا شنوا میشدم. پدرتون چی؟ ندارم. پدرتون در قید حیات نیستن. پدرتون هم ناشنوا بودن؟ ناشنوایی کامل نه، به اندازه نصف ناشنوایی. و دیگه توی خانوادتون کیا؟ دایی که به من مکزازی یاد داده، با دایی که کل خانواده ما هنرمندن، یکی از دایی هم همین مکزازی و نقاشیه، یکی از دایی هم به ساخت مثلا بنای کاری و مهندس برق و چیزای خوبیه، بعد یکی از دایی هم از این محفرهایی که هستن موقعی که به میله میخورن بوخ میزنن و بیشتر با برقای الکتریکی و میله و اونجورزا خیلی بلده چیزای خوبی درست کنه. بله. خانواده مادری همه هنرمندن. بله. میخوایم که خود علیرضا از مادرش دعوت کنه که بیاد پیشش بشین. سلام علیکم. بله مادرشون اومدن، بفرمایید. خب خیلی خوش اومدن مادر شما. الان اگر بخوای قدردانی کنی از مادرت که برای شما زحمت کشیده، چی میگی بهش؟ بگو به ما، جلوی همه بگو، ما ببین. باشه. مادرش رو بغل کرد. از مادرت بپرس که دوست داره علیرضا بزرگ شد چی کاره بشه؟ مهندس. مهندس بشه، ماشاءالله. شما خیلی خوب به زبان اشاره صحبت می‌کنید. بله. از مادرت بپرس که آرزوش چیه برای شما؟ بیشتر دوست دارم بزرگ شدی سلامت بشم. سلامتی آرزو میکنم. دعای مادرت برای چیه؟ ازش بپرس. سالم باشه. سالم باشه، ماشاءالله. خب علیرضا جان، این زبانی که با مادرتون صحبت میکنی اسمش چیه؟ زبان اشاره؟ بله. از کی یاد گرفتی؟ خودت یاد گرفتی؟ مادرتون لبخونی میکنن؟ بله. به اضافه زیاد با زبان اشاره حرف نمیزنن، بیشتر با لب حرف میزنن، من میفهمم. مادرتون با لب با لب حرف میزنه، شما میفهمی؟ بله. شما با اشاره و لب بله باهاشون صحبت میکنیم، ماشاءالله. اگر علیرضا جون یک کامیون پول بهت بدن، باش چی کار میکنی؟ برای بچه های نیازمند، به بچه های نیازمند کمک میکنم. به بچه های نیازمند کمک. میگم باید از بچه ها یاد بگیریم، همینه دیگه. همه پول رو میدی به نیازمند ها؟ بله. همه شو؟ بله. داخل کمیشو نگه میدارم برای مادرم. چی کار میکنی؟ هر کاری که مادرم بخواد. یه مقدارش هم نگه میداره برای مادرش. بگو به مادرت. میگه خیلی ممنون مادرش، ماشاءالله. آرزو چیه علیرضا؟ آرزومونه که خانواده ما از همین وضعیت بهتر بشن. از همین وضعیت بهتر بشن یعنی چی؟ یعنی مثلا ما
خوب هستیم، همه تیمون خوبه. مثلا میخوام از این وزن یکم بریم بالاتر. خیلی هم ممنون. شنیدم تا حالا سفر نرفتی. بله. درسته؟ آره؟ بل. از طرف برنامه عجوبه ها میخواییم با مادرت بفرستیمت مسافرت. سپاس. به مادرت بگو. خواهش میکنم، به افتخارشون دست. حالا اینکه کجا برن علیرضا و مادرش میذاریم انتخاب خود علیرضا، و چون هنوز تصمیم نگرفتن الان نمیتونیم اعلام کنیم، ولی از طرف برنامه عجوبه ها میخواییم بفرستیمش سفر علیرضا رو با مادرش. خب دوستان، قراره که علیرضا خان همین وسط با مقوا و یونولیت و چسب برای ما یه ماکت قشنگ بسازه. آقای دست علیرضا جون درد نکنه. عجب هواپیمایی ساختی، ماشاءالله. پسرمون بد جوری ماکت سازه، ماشاءالله. اینو میذاریم اینجا، خیلی هم قشنگ. و تو این زمانی که داشتی خیلی هم عالیه. در ضمن اینها هم کار عجوبه ماست.
بله، اینم فانوس دریاییش، درسته؟ بله. خیلی هم قشنگ. خب آقای علیرضا، گفتی یه خاطره داری میخوای برامون بگی، خاطرتو بگو. بفرم. من یه روزی رفتم در مامانم گفت برو همون، منم رفتم همون. نمیدونستم یه جور در بستم که در از پشت بسته شد. بعد موقعی که همون من تم شد و اومدم بیرون، هرچی سعی کردم در باز نشد، هرچی هم سر و صدا کردم مامانم نفهمید. انقدر بالا پایین کردم، مامانم چون باعث لرزش زمین شد، مامانم فهمید و اومد بالا. یعنی انقدر پریدی بالا پایین زمین لرزید و متوجه شد. بله. دوباره از این فن استفاده میکنی که مادرتو با خبر کنی؟ بله. دیگه اگه موقعی گیر کنی. خب میخوایم از مادر محترم و مهربونشون دعوت بکنیم بیان با دستای مهربون خودشون از علیرضا تقدیر کنن. علیرضا جون میخواد یه چیزی رو بگه، بفرمایید. من یه دونه ماکت جیب ساختم برای آقای مهران غفوریان. برای من ساختی؟ بفرمایید. دست شما درد نکنه. خیلی هم ممنون. واقعا من خیلی کیف میکنم و خیلی لذت میبرم و خیلی برای من این کادوی عجوبه هامون ارزشمنده. دست شما درد نکنه. همه یه کادوی عجوبه های عزیزمون که توی این برنامه به من کادو دادن رو روی قلبم میذارم و خوشحالم که منو قابل میدونم. هر کدومشون برای من یه چیزی زحمت میکشم میارم. حالا میخوایم با دستان مادر مهربونشون از علیرضا خان تقدیم کنیم. خیلی هم ممنون. ماشاءالله، خیلی متشکرم، ممنونم. الان بچه ها همه نمونه های زیادی از همین قهرمان ها رو هم تو فیلم ها و هم در واقعیت دارن میبینن و الان میتونن عاشق یک قهرمان واقعی بشن. اون قهرمان هم ماهرانه میجنگه، هم مهربونه، هم بچه ها رو دوست داره، هم مراقب امنیت مردمشه و از همه مهمتر همه دشمناش ازش میترسن و در آخر هم پرواز میکنه، اما واقعی پرواز میکنه. انشالله که همه بچه ها عاقبت به خیر بشن. مخلص شما، خدا نگهدارتون.